مطلب سوم عزیزان در ارتباط با اقسام مفهومه مفهوم بر دو قسمه مفهوم موافق یا لحن الخطاب یا فهم الخطاب و مفهوم مخالف یا دلیل الخطاب منظور از مفهوم موافق چیه؟ اگر عزیزان حکم معنای مفهومی کلام از حیث نفی و اثبات موافق حکم معنای منطوقی اون باشه اون رو مفهوم موافق میگن مثلا آیه شریفه ولا تقل لهما اوف که منطوقا بر حرمت تعفیف نسبت به والدین دلالت میکنه مفهوما بر حرمت ضرب و شتم اونها هم دلالت میکنه چرا چون وقتی که تعفیف والدین و ادای کلمه خشن بر اونها حرام باشه ضرب و شتم اونها به طریق اولا و به فهول خطاب حرام خواهد بود پس این آیه شریفه مفید دو معناست یکی منطوقی یعنی حرمت تعفیف و دیگری مفهومی یعنی ضرب و شتم. و چون هر دو معنا از حیث ثبوت حکم حرمت موافق همدیگر هستند یعنی حکم هر دو معنا حکم ثبوتیه لذا گفته میشه که حرمت ضرب و شتم مفهوم موافق حرمت تعفیف اما منظور از مفهوم مخالف چیه؟ اگر عزیزان حکم معنای مفهومی کلام از حیث نفی و اثبات مخالف حکم معنای منطوقی اون باشه اون رو مفهوم مخالف میگن مثلا آیه شریفه انجا اکم فاسقون به نبع بیانو منطوقا دلالت داره بر این که اگر آورنده خبر فاسد باشه باید درباره اون خبر تحقیق و تبیین کرد و مفهوما دلالت داره بر این که اگر آورنده خبر عادل باشه تحقیق و تبیین درباره اون لازم نیست پس حکم معنای مفهومی کلام مقایر با حکم معنای منطوقی اون هست یعنی حکم معنای منطوقی وجوب تحقیق و حکم معنای مفهومی اون عدم وجوب تحقیق هست بنابراین گفته میشه که مفهوم مخالف انجاکم فاسق به نبع فتبینو میشه انجاکم عادل به نبع فلا تبینو